سلام به ویدیو جدید ما خوش اومدید. امروز در مورد یکی دیگه از بیماری های کفک خاکستری انار که خیلی شایع میتونه باشه روی سطح انار میخوایم یه سری اطلاعات رو به شما عزیزان بدم. اینکه بیماری کفک خاکستری معمولا روی بخش های بالایی میوه میتونه بشینه، اسپورها و پاتوژن ها باعث میشه که از داخل گلوگاه انار وارد بافت میوه بشه و میوه رو حالا درگیر کنه و اینکه بیماری قارچی رو سطح درختمون یا میوه‌مون داشته باشیم. یکی از مواردی که انارمون ممکنه دچار کپک خاکستری بشه اینه که ما انبارداریمون شرایط مطلوبی نداشتیم. بیشترین علت کپک خاکستری که رو سطح میوه انار میشینه زمان بعد از برداشت، حالا تو شرایط انبارداری هستش که خیلی بیشتر درگیر میشه انارمون نسبت به مثلا این بیماری. و اینکه روی سطح میوه یا روی حالا قسمت‌های از میوه ما می‌بینیم یه سری کپک‌های سبز میوه رو در بر گرفته و اینکه درگیر کرده و این کپک خاکستری به مرور زمان باعث لهیدگی میوه میشه که ما روی بافت میوه رو ببینیم، میبینیم که حالت با دست فشار بدیم میبینیم که له شده و حالت نرمی و لهیدگی داره و باعث ترشی مزه میوه انار هم میشه این علت. مورد دیگه ای که میتونه باعث انتقال بیماری کپک خاکستری باشه این صدمات مکانیکی هستش که تو زمان حالا هرس کردن یا حالا موقع آبیاری هستش یا با یه حالا وسیله‌ای رو سطح انار یه سری صدمات زخم‌های ایجاد میشه که خود این عامل میتونه علت مهمی باشه برای انتقال بیماری کپک خاکستری و به مرور زمان این زخم‌ها چون حالا یه سطح زخمی رو سطح میوه ایجاد شده باعث میشه از روی اون سطح این بیماری روی اون سطح نفوذ کنه و داخل میوه بشه و میوه رو درگیر کنه به بیماری کپک خاکستری. عامل بیماری هم بوتریتیس سینرا هستش که معمولا توی فصل زمستان گذرانی میکنن در سطح باغ و کف باغ و اینکه رطوبت هم در میزان شیوع این بیماری خیلی میتونه نقش داشته باشه. دمایی که این بیماری بیشتر تکثیر میشه تو درجه دمایی معمولا درجه بین 18 تا 22 درجه سانتیگراد هست. اگر حالا ما این بیماری کپک خاکستری رو سطح میوه انارمون مشاهده کردیم چه مواردی رو باید در نظر بگیریم که تقریبا کنترل کنیم این عامل انتقال بیماریزا رو؟ مورد خیلی مهم که تو اکثر ویدیوها بهش اشاره میشه این که ما جمع‌آوری کنیم بقایای گیاهی که رو سطح زمینمون هست، چرا که این مورد خیلی مهم هست برای اینکه تا حد زیادی آفات و بیماری‌ها کنترل میشن. دیگه نکته مهم این که از صدمات مکانیکی یا زخمایی که رو سطح انار ایجاد میشه این عوامل رو کنترل کنیم و زخمی رو سطح انار ایجاد نشه. زمانی که ما این میوه رو تو سردخانه نگهداری میکنیم در شرایط انبارداری معمولا درجه مطلوب 5 درجه سانتیگراد هست برای نگهداری میوه انار به جهت اینکه دچار بیماری لهیدگی و کپک خاکستری نشه که حالا اون کیفیت بازارپسندی میوه رو به شدت میاره پایین. این بیماری سمومی که باید استفاده بشه برای کنترل بیماری کپک خاکستری اکسیکلور مس هستش و بوردوفیکس که توی زمانی که میوه درخت انار 70% برگش حالا تو فصل پاییز دچار ریزش میشه ما توی این موقع بیایم سموم بوردوفیکس و اکسیکلور مس رو سمپاشی کنیم رو سطح درخت تا حد زیادی میتونیم کنترل کنیم. بوردوفیکس رو زمانی که حالت جوان زنی هستش درخت بیایم 5 در 1000 سمپاشی کنیم رو سطح درخت انارمون. مورد دیگه سمپاشی با سم قارچکش بوردوفیکس توی زمان ریزش گلبرگ، بعد از ریزش گلبرگ ها بیایم دوباره مجددا سمپاشی کنیم با سم بوردوفیکس 5 در 1000 لیتر آب. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.